ما در حدیث نبوی داریم ایزان بیننده که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه ينتزعه من قلوب العباد خداوند علم را این, این گونه این نمیبره که در واقع اونها را از قلوب بندگان برداره ولکن يقبض العلم بقبض العلماء با رفتن علمای ربانی و علمای واقعی و اونهایی که واقعا عالم به قرآن و سنت واقعا عالم به شریعت خداوندیان و در واقع از روی تقوا و از روی علمای ربانی هم. که بر اساس ترس از خدا میان هر چیز رو میگن حق و حقیقت رو میگن دیگه حتی اگر اون فتوایی که میدن اون قضیه شریعی که میدن حتی اگه موقعیت ما رو به خطر بندازه حق و پنهان نمیکنن ولكن یقبد العلم به قبد العلماء علم و خداوند بر با رفتن علما حتی اذا لم یبقى عالما تا زمانی که تو در واقع عرصه برای علما دیگه تو جامعه جای علما نیست چنان عرصه بر عالمان واقعی و اهل توحید و اهل قرآن و اونهایی که به دین صحیح مردم رو دعوت میدن به مکتب واقعی اهل بیت اونها رو دعوت میدن عرصه بر اونها تنگ میشه و خرافه گرایان خراف پرستان در واقع منتشر کنندگان بدعت و اونهایی که نان به نرخ روز میخورن برای حالا خمس خودش رو برای اون موقعیت دنیاویی که داره حتی در واقع اینو خودش رو متقاعد میکنه که حق از مردم پنهان کنه حتی اذا لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا مردم میان سردمداران دینی مردم و عالمان دینی مردم و هدایتگران مردم به طرف دین خدا کیا میشن انسانهای نادام، نادان انسانهای خرافی انسانهایی که اصلا تو مرجع تقلید بهش بگو قرآن رو نمیتونه درست بخونه